خاطری رو براتون عرض کنم از اون شبی که این تصمیم گیری شد، چون تا تقریبا ساعت 11 شب اون جلسه به طول کشید و بدون اینکه ما به عنوان بانک مرکزی و معاونت ارزی به عنوان بخش اجرایی ارزی کشور اطلاعی داشته باشیم که اصلا چه اتفاقی قراره بیفته. در 20 فروردین ساعت 11 شب مواجه شدیم با اینکه بله، کل نظام ارزی کشور تغییر کرده، یعنی از یک نظام دو نرخی با شرایط خاص خودش تا قبل از 20 فروردین مواجه شدیم با یک نظام تک نرخی، علاوه بر این که سیاست تجاری هم تغییر کرده. یعنی شما صدر مصوبه رو ببینید، اولین بندش اگر اشتباه نکنم اینه که کل واردات کشور از طریق ثبت سفارش باید انجام بشه و از طریق سیستم بانکی. در واقع از فردای اون روز یک حجم عظیمی از کار به عهده و رو دوش بانک مرکزی بود. چرا در جلسه هم حضور نداشتید؟ عرض میکنم خدمت. چرا؟ چون کل ساختار عوض شده. از صبح 21 همه دنبال بودن که حالا چیکار باید بکنن، وارد کننده چجوری باید واردات انجام بده، سیستم بانکی چجوری باید عمل بکنه. به هر حال ظرف 5 گذشتهش، یعنی در دولت اول آقای دکتر روحانی، یک سیاست تجاری و یک سیاست خاصی رو تو حوزه واردات کشور داشت. مثلا واردات، اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن واردات بدون انتقال ارز، آزاد بود، خیلی محدودیتی تو جابجایی پول، تو حواله کردن ارز اینها وجود نداشت. یک شبه همه اینها دگرگون شد. خب و بانک مرکزی و بخش ارزی خط مقدم این اتفاقه و باید از فرداش جوابگوی کل جامعه می بود. فعالین اقتصادی، تجار، بانک ها، گمرک، همه کسایی که به نوعی درگیر این داستان بودن. اون شب بعد از جلسه من خواهش کردم از همه حالا مدیران کل و مدیران بخش ارزی که بیان بانک مرکزی و بتونیم یه جلسه داشته باشیم و جمع‌بندی بکنیم. و اتفاقا اونجا مطرح شد که خب اینکه میدونیم این تجربه قبلا هم وجود داشته، میدونیم هم روزای خوبی پیش رومون نیست، میدونیم که این اتفاق منجر به نتیجه نمیشه و به زودی دولت باید دوباره تعدیل بکنه که در نیمه مرداد تعدیل کرد نظراتش رو. و حتی یکی از دوستان پیشنهاد استعفا رو اونجا مطرح کرد. بانک مرکزی؟ تو بخش ارزی، بله، تو بخش ارزی بانک مرکزی، جلسه ای که ما بعد از جلسه 4200 با همکاران بخش ارزی داشتیم که تقریبا تا 2-3 صبح هم طول کشید اون جلسه. اما همه متفق القول بودن که ما اگر استعفا بدیم، اولا همه موافق این تصمیمن، کما اینکه دیدید بعدن جلسات مختلف، مصاحبه های مختلف، بیانیه های مختلف، همه حمایت کردن. و دو و ثانیا همین نکته که عرض کردم، خب از فردا همه بلا تکلیفن و اگر ما استعفا بدیم، فارغ از اینکه آیا اصلا استعفا پذیرفته می شود یا نمی شود، یا اجازه می دهند یا نمی دهند، این که کار مردم زمین میمونه و ما نمیتونیم به هر حال الان توی همچین شبی با در مواجهه با یک همچین تصمیمی استعفا بدیم. ممکن